بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردم که یکی از امتیازهای امام حسین مکتب عاشورای امام حسین این مکتب اخلاق، و ما باید از این مکتب خیلی برداشت بکنیم. دیروز درباره این صحبت می‌کردم که حسین ایثار کرد، گذشت کرد، برای خاطر دین همه چیز را حاضر شد فدای دین کنه، و ما باید از امام حسین یاد بگیریم. ایثار، گذشت، فداکاری راجع به دین. حرف دوم که باید بازم از امام حسین برداشت بکنیم، صبر و استقامت در زندگی. روایات میگه صبر امام حسین در روز عاشورا ملائکه را تعجب کرد. راستی انسان یه نظر سرانگشتی به این 10 روزه بکند، مخصوصا روز عاشورا، میبینه که صبر و استقامت حسین، بعدش هم صبر و استقامت اسرا، مخصوصا زینب. اما باید از این مکتب یاد بگیریم، صبر در مقابل اطاعت، صبر در مقابل معصیت، صبر در مصائب. مواظب باشیم خودمون رو در مشکلها نبازیم. مشکل مسلم جلو می آیند، نمیشه که زندگی بدون مشکل. از حسین یاد بگیریم، در زندگی صابر باشیم. معلوم اطاعت خدا صبر می خواد. انسان نماز بخونه، نماز شب بخونه، تقید به ظواهر شرع داشته باشه و واجبات مالیش، مخصوصا صبر در معصیت. انسان در زندگی باید در مقابل معاصی صبر و استقامت داشته باشد، و الا در جذر و مد معصیت لح می شود. همچنین راجع به مصائب، انسان توجه به این مطلب داشته باشد که این مصائب یا گردن خودمونه که 190 گردن خودمونه. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام خودت، گناهان تو دست و پا پیچ تو شده، مصائب شده. 190 قرآن میفرماید که مصائب خودت. وقت در همین مصائبی که خودمون برای خودمون آوردیم، ارتفاع درجه داره، کفاره گناه داره. خب چقدر خوبه که خدا انسان را جهنم نبره، در این دنیا گرفتارش بکنه، کفاره گناهانش بشه. و اگرم مصائب تقدیری باشه که بهش میگن لطف خفی، و این هم ارتفاع درجه برای انسان. وقتی پرده ها عقب بره، میبینه که چقدر عالی بوده این مصیبت. این نمیفهمیده
به قول بزرگان خدا عیدی بهش داده، نمیدونه، نمیفهمه. در مصائب تو جزر و مد روزگار خودشو نوازه. این مکتب امام حسینی، این مکتب اسرای کربلا. شجاعت امام حسین در روز عاشورا، شجاعت اسرا و مخصوصا زینب در مقابل ابن زیاد با کمال شهامت، مثل گردو که رو سنگ بزنه لهش کرد. ما رأیت الا جم سکلت که امک یبن مرجانه، ما رأیت الا جمیلا. هر چه در کربلا بود تو نمیفهمی، لطف بود، خوب بود، عالی بود. انسان تو جزر و مد روزگار خودشو نوازه. به این میگن شجاعت. شجاعت فقط اون نیست که قهرمان باشه. به قول حضرت امام چه خوش گفتن، قبل از اون که قهرمان بشی پهلوان باش. انسان تو زندگی پهلوان باشه، تو جزر و مد روزگار خودشو نبازه. اونجا که باید بگه بگه، اونجا که باید ساکت باشد ساکت باشد، اونجا که باید گریه کند گریه کند، اونجا که باید خنده کند خنده کند. زینب مظلومه اونجا که باید پرستاری بچه ها رو بکنه، حالا شام عاشوراست میکنه. اونجا که باید گریه کند گریه میکنه. اونجا باید خطبه بخواند خطبه میکنه. اونجا که باید در مقابل دشمن بیستاد حرفشو بزنه، در مقابل دشمن میستاد لهش میکنه. و از جاهایی که راسی این خون کربلا سر تا سری شده زنده کرد، این مجالس زینب و خطبه‌هاش در مقابل یزید، در مقابل ابن زیاد. و ما این شجاعت را، شجاعت به این معنا که تو جزر و مد روزگار خودمون را نوازیم. قرآن می‌فرماید که یه مقدار آبی به پوستش بیاد ناگهان طغیانگری شروع میکنه. باید انسان اگر مال صبر و استقامت و سعی صدر و شجاعت، اگرم فقر صبر و استقامت و شجاعت در جزر و مد روزگار خودشون نوازه. قرآن می‌فرماید معمولاً انسان‌ها چنین نیستن. خلق الانسان هلوعا، این انسان سبک‌سره. وقتی شری براش جلو بیاد داد و فریادش بلند میشه، اگر نعمتی براش جلو بیاد داد و فریاد به عکسش. یا آدم متکبری یا آدم بی سر و پایی. الا المسلم، مگر راسی از مکتب حسین صبر و استقامت و شجاعت رو یاد بگیره. من تقاضا دارم از شما تو این تپش ده روزه، علاوه بر اینکه گریه میکنی، علاوه بر اینکه عیسی رو گذشت و فداکاری رو از حسین یاد میگیری، صبر و استقامت تو زندگی رو از حسین یاد بگیری، شجاعت رو از زینب مظلومه یاد بگیری. یک ماه انسان در این باره یک هر منبری یک ساعت صحبت کنه راسی جا داره. امروی نامه اومد برای عمر سعد. ببینید انسان چقدر رزل میشه اگر کج بشه. یه ریاستی چند روزه ببین چه کارش میکنه. برای ریاست چند روزه ببین چی میشه.
امروز یه نامه اومد برای عمر سعد. عمر سعد آب را روی زن و بچه حسین ببند. زن و بچه حسین چه کردن؟ زن و بچه حسین را از تشنگی بکش. زا امروز آب روی زن و بچه حسین بسته شد. خیلی سخته. لذا خدا برای حضرت آدم، برای حضرت موسی، برای حضرت ابراهیم این مسئله عطش رو خونده. خیلی سخته. صبر استقامت زینب رو ببین. شام عاشوراست. این بچه ها در بدر بیابانه. داغ شش تا برادر رو دل زینبه. خب زینب مظلومه وظیفه داره، سفارش بش شده مواظب این زن و بچه ها با رضا. این زن و بچه ها رو در بدر بیابون بودن با خواهرش ام کلثوم ثبت. بالاخره جمع کرد این زن و بچه ها رو، میرفت این گوشه اون گوشه، زیر خواهر مغیلانی، زیر تخته سنگی این بچه ها را جمع کرد. یه وقت مواظب شدی که دو تا بچه از امام حسینی، این که خدا به موسی گفته بچه‌هاش از تشنگی میمیرن، یکی همه جا گفت که خواهرم این بچه‌ها را به یه جمع کنی. این دوتا دختر از امام حسینی، این طرف بگرد اون طرف بگرد. یه وقت دیدن این دوتا بچه زیر یه خاری دستا بگردن هم، زینب مظلوم خیال کرد اینا خوابه. اومد بالا سرشون با نوازش دست روی سر اینا پاشی بریم خیمه آبتون بدم. ناگهان دید داغ روی داغ، این دوتا بچه هم از دنیا رفته. زینب مظلومه این بچه ها رو آورد پهلوی شهدا. فرستاد پیش عمر سعد. عمر سعد اگه تا صبح بشه این بچه ها از تشنگی میمیرن، یه مشک آبی برای ما بفرست. یه مشک آب برای این بچه ها اومد. زینب مظلومه این آب و قسمت این بچه ها میکرد. این سکینه خیلی شیرین زبانه. آب و گرفت دید نمیخوره. زینب مظلومه گفت عزیزم چرا آب نمیخوری؟ گفت عمه جون اجازه بده برم گودال قتلگاه. این آب و بریزم روی هول خونه بریده بابا، برای اینکه من صدای العطش العطش حسین را شنیدم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و عیاله، بحق الحسین و اخته زینب یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.